به نام پریچهرگان عرب کنون برگشایم به شادی دو لب. فردوسی سخنش اینجوری آغاز میکنه: دوربین رو برده اونجا، به نام پریچهرگان عرب کنون برگشایم به شادی دو لب. تنها دختران ایران نیست که پریچهران و سرو بالا، دو پریچهرگان عرب. زن سرو را کرد نام آرزوی، همچون دختر ما. زن سلم را کرد نام آرزوی، زن تور را نام آزاده خو یا ماه آزاده خو. زن ایرج پاک او را سهی، کجا بود سهیلش به خوبی رهی. درباره سهیل و ستاره سهیل هم در برنامه پیشین شنیدیم. برنامه شماره 46 رو پیشکش شما میکنیم. نگاهی داریم به فرهنگ ایرانی از شاهراه شاهنامه. پیش از آغاز برنامه 46 سپاسگزاری میکنم از جناب مهندس شجره که فروزان میدارن چراغ این تلویزیون رو، که بسیار نیازمند هستیم ما به رسانه های پشتیرینه. دکتر مرجان نقوی رو سپاس دارم با گردانندگی و کارهای مهرفزایی که دارم میکنم برای میهن. سرکاران امیر شهرتی با پیشینی فنیشون، کارگردان، هدایتگر، سرکار سپهر خسروی و سرکار اسی. به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه برد نگذرد. خرد بهتر از هر چیز داد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه یا به یکسان روش در زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. پس هر آنچه را که دیدیم که این با خرد سازگار نیست، برویم و رمز و رازش رو پیدا بکنیم. پس از اینکه نام دختران زیباروی سربالا رو نام گذاشت، آرزوی، آزاد خوی و سهی، پس از نامگذاری فرزندانشون نگاه کنید، نگاه فرهنگ ایرانی که فردوسی استاد سخن ما اونو به نمایش در آورده چگونه این همانی داره درباره آشنا و بیگانه، که باز در پی کارهامون به اون بسیار میرسیم، که در یک جاهایی سپاه دشمن رو یا سپاه ایران هنگام که نگاه میکنه دلاوران هر دو رو میستاید. این نیست چون از من از خوب است امروز بگویم بدم، جلال آل احمد نیست که بگوییم کشتنش خوب کاریم کردیم. ببین چه گرفت، چون امروز ما رو قربت نشین کردید، در بیگانه نشین کردید. ما هم 8 میلیون هستیم، کم نیستیم. نام ها رو که گذاشت، اومد به ستاره های اونا نگه کرد. چینیا، هندیا و ما ایرانیان گمان میکنم در یه جاهای اروپایی هم داشتن نمونه های در فیلم ها دیدم که ستاره بخت رو میبینن، که باور دارن این در چه ماهی بوده، چه شوری در آینده چگونه میشه. پس از اختر گرد گردان سپر فردوسی ها، گرد گردان سپر که اخترشناسان نمودن چهر، که دانشمندان ستاره شناس در این باره دانش گفته بودن، نوشته بیاورد و بنهاد پیش، بدید اختر نامداران خیش. پس ستاره های بختشون رو که آورد، نوشته یا نبشته هر دو به کار میره. مسکو هنوز هم نیاورده، برنامه پیشین و پیش از اون رو نیاورده بود و اینو نمیبینیم. به سلمندرون جز زختر نشان، از اختر سلم رو نگاه کرد، نبودش مگر مشتری با کمان. مشتری یا هرمز یا برجیس یا زاوش، اینها ستاره‌ای که به خورشید از بزرگترین ستاره ها هست که ما میشناسیم، در سامانه خورشیدی میگوجه. این میدونیم که یه گازی دورش رو گرفته و دیگه این چیزها رو داریم، من دیگه نیازی نیست بکنم. از نظر دوری از خورشید ما داریم مشتری داریم که پنجمینه، پس از اون تیر ناهید زمین و بهرامه که اینا دور میشن، هی دور میشن. دیگر تالی تور فرخنده شیر
خداوند خورشید سعد و دلیر. اینو باز مسکو نیورده. چو کرد اختر فرخی رشدگاه، کشفتی طالع خداوند ما. پس انگامی که اومد تا اینا رو ستاره بختش رو میدید، رسید به ستاره سرطان که این رو برج چهارم فلکی حساب میکنن و میگویند خوب نیست. ما یادون باشه برج های فلکی رو ما حمل رو داریم که همون فروردین سور که پیش از اونه، حمل چو آمد به برج حمل آفتاب، برج حمله که برابر فروردین سور یا گاوه. سپس میرسیم به جوزا که میشه اردی بهشته. سرطان رو داریم، اسد رو داریم، سور حمله، اینها رو داریم و میاد سرطان رو داریم، اسد رو داریم که میشه مرداد، سمبل شهریور که ماهم منزادی شهریورم، مهره که ترازو میزان، عقرب قوس و همطور میاد جده و اینها 12 برج فلکیه که ما داریم. میتونید نگاه کنید یه نگاهی. از اختر به دیشان نشانی نمود، که آشوبش و جنگ بایست بود. که میبینه که در ستاری بخت در آینده ایرج یه همچی چیزایی است. من راستش خودم به سرنوشت باور ندارم، به سرگذشت باور دارم و خود ما هستیم که و تا اندازه پیرامونمون و خانوادمون که سرگذشت ما رو دست میزنن بهش. بیشتر خود ما هستیم و آنانی که گمان میکنیم که ارزش مندن و پیرویشون میکنیم. شد اندوهگین شاه چون آن بدید، یکی باد سرد از جگر برکشید. هنگامی که اینو دید که جنگ و خونریزی هست، دلگیر شد. به اندیشه پور روشن روان، نباد جز به اندیشه بد گمان، گمانش به بدی رفت. پس این هم تو سرش هست، اینک کشور رو میخواد بخش بکنه. پس ببینیم ما بر پایه داشته ها، برداشته هامون، باور هامون برنامه ریزی میکنیم. کسانی خب دارن میرن بیرون میگن خدایا با امید تو، یا کسی هیچی نمیگه. این بر پایه باورها ما کارهایی میکنیم. اینک میخواد کشور رو بین فرزنداش بخش بکنه. همچنان که به فرزندانش گفت سرف شاه یمن شما را آزمایش میکنید، چه بکنید که آزمایشاش میتونه در این زمینه باشه، اینک هم آمده فرزندان خودش را آزمایش کرده بر پای اون آزمایش ها که پی گرفته شده با ستاره شناسی، میخواهد کشور رو بخش بکنه. چو شاه این چنین دید کردار چرخ، هنوز مسکو نیاورده اینا رو، که از او ایرجش را نبود هیچ برخ. ما در ایچ و هنوزم در بچه هایی که در افغانستان زندگی کنن میگن ایچ، نمیگن هیچ، هستم بیشتر است میگن. که از او ایرجش را نبود ایچ برخ، برخ برخی سهمی. نهفته چو بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان. یادون باشه که این نام آفریدونه، آش افتاده، یعنی آفریدون یه واژه است، یک نام واژه است. آناهید یه نام واژه است، میتونه بیفته مانندی. امرداد دو واژه است، امرداد، ا منفی میکنه، نه مرداد، نه مرتا، نه مرتن، نه مرگ، بیمرگی، جاودانگی که است. ویژگی های اهورامزدا برشمردن آن را که ویژگی زنانه هم باید باشه که در هنگامی در بارش میگید. نهفته چون بیرون کشید از نهان، به سه بخش کرد آفریدون جهان، یکی روم و خاور، دگر ترک و چین. ببینید ترک و چین داد به تور، تور آن تور، روم و خاور داد به سلم، یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، سوم دشت گردان ایران زمین. این ستا رو بر پس ببینیم ما جایی به نام توران نداریم، ترک و چین رو داریم که دادن به توران و آن تور شده اینا. پس اونایی که میگن ما تورانی هستیم، تورانی همه، تورانیه و کشوریه که
از آن تور بوده، ترک و چین بوده. پس یه همچی چیزی به نام توران ما نداریم، چون اونها ترک و چین ها آمدن با سلم آمیخته شدن و آمدن در بخش بالایی ایرانی که به ایرج رسیده بود، بخشی که به ایرج رسیده بود موندن و ترکان به اونجا آمدن که سپس به چیز هم رفتن. ترکیه امروزی ترکیه ترک نداشت، آذربایجان ترک نداشته، آذری داشته، زبان تاتی آذری و پارسی داشته. یکی روم و خاور، دیگر ترک و چین، سوم یا سیوم دشت گردان ایران زمین. نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مر او را گزید. بفرمود تا لشکری برکشید، گرازان سوی خاور اندر کشید. پس گفتش که این مال تو، اینم یک بخشی از لشکر برای تو که بری کارتو به سامان بکنی، چون اونها هم زیر فرمان فریدون بوده همه اینها. پس اونو داد. به تخت کیان اندر آورد پای، همه خواندندش خاور خدای. پس گفتش که برو اونجا و به تخت کیانی هم که براش گذاشت اومد نشست و همه به اون گفتن خاور خدای. خاور خورور، جایی که خود ما امروز من خاور رو خورورن و خوراسان. خوراسان خور بر می آساید، میاد بالا، بر آسایش نه، بر میاد بالا. خوراسان میشه شرق، خورورن همونی که امروز غرب میگیم اونو شرق میگیم. نیمروز جنوب بوده، اپاخترم که بالا. به تخت کیان اندر آورد پای، همه خواندندش خاور خدای. پس این شد. دیگر تور را داد توران زمین. این توران زمین که ترکان و چینه که اینو مسکو آورده، دیگر تور را داد ترکان و چین. در امیرکبیر اومده توران زمین. من خودم باور بر خالقی و مسکو اینجا دارم که ترکان و چینه، چون بالاترم آورده و میبینیم که در دنبالم گلگی میکنه از ترکان و چین، از توران نامی نیست. دگر تور را داد توران ترکان و چین، و را کرد سالار ترکان و چین. اگر بگیم توران زمین یعنی زمینی که مال توره، باور من اینه که تور آن تور، ایر آن ایر، ایر و ایرج یکیه، تور و تورج هم یکیه، تورج و تور یکی. دگه تور را داد توران زمین یا ترکان و چین، و را کرد سالار ترکان و چین. پس من هم همینو میگم. من ببخشید امیرکبیر جا به جا آورده نگفته، گفته که دگه تور را داد توران زمین، و را کرد و هر روی همین که خواندم. یکی لشکری نامزد کرد شاه، کشید آنگهی تور لشکر به راه. بیامد به تخت کیی برنشست، کمر بر میان بست و بگشاد دست. پس اومد اینم به اون داد، اینم لشکر رو راهی کرد، یعنی راهی کرد که انو بیا، یعنی سوار کرد و خود شب و با هم میگذرونن. خب بر تخت پادشاهی اومده، بزرگان بر او آفرین خواندن، چون اینم دیگه پادشاه ترکان و چین شد. بزرگان بر او آفرین خواندند، جهان پاک توران شهش خواندند. که باور من همینه که بهتون گفتم، این کشور آن تور، پادشاه تور به اون داد. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران، بدو داد کورا ببخشید اوزان. پس چون نوبت به ایرج رسید، مرو را پدر شهر ایران گزید. اون شهری که امروز ایران بهش میگیم اونو گزید. یادمون باشه که فردوسی گوینده داستانه، داره داستان سراس گوینده، این سخن رویداد اونو به این گونه میگه. هم ایران و هم دشت نیزه وران، همان تخت شاهی و تاج سران، بدو داد کورا سزادی تاج، همان تیغ و گرز و همان تخت آد. چون اون رو سزاوار این دید، آمد و به او بخشید. سران را که بود هوش و فرهنگ و رای، مر او را چه خواندند ایران خدا. پس اینم خدای
کشور ایر شد یا ایرج. نشستند هر سه با آرام و شاد، چنان مرزباران خسرو نشان. پس اینها هر سه اینو مسرو آورده به آرام و شاد و آورده چنان مرزباران خسرو نژاد و فرخ نژاد آورده. خالقه میگه نشستند هر سه بت پدارام، و در بسیاری جا بت آرام و پدارام در خالقی آمده است. پس اینها اومدن و با هم خوش بودن. ببینید هنوز رشک و آزی به میان نیامده است که ما رشک آز رو میبینیم که چه کاری کرده با ما، و در همین سال هم رشک آز با ما چه کار کرده که از روی ندانم کاری بوده. این سرودایی که من میخونم گاهی در این گزینش ها در اون بخش پیشین اومده یا در بخش پسین. برآمد بر این روزگاری دراز، زمانه به دل در همی داشت راز. یه روزگار دراز یا زمانی رازهایی درشه که یک باره باز میکنه و ما میبینیم که چه بر سر ما آورده. برآمد بدی روزگاری دراز، زمانه به دل در همی داشت راز، یا به دل بر همی داشت راز. فریدون فرزانه شد سال خورد، به باغ بهار اندر آورد گرد. پیر شد، سال خورده شد، چون 50 ساله بود، 3 تا بچه داشت، اینک سالی های زیادی هم گذشته، یا مانند من 70 سالگی و 70 و چند سالگی و این کار کرد، یا اینکه نه سنش بیشتر شد که ما میبینیم که فریدون 500 سال پادشاهی داره. بر این گونه گردد سراسر سخن، شود سست نیرو چو گردد کهن. ما اگر اینو سخن بخونیم او کهنه، اگر سخن خوندیم کهانه، کهان همون کهنه. چو آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتن پرمایگان خیرگی. تیرگی از کجا پیدا شد؟ تیرگی از ناروشنایی. یادمون باشه که ما تاریکی نداریم، تاریکی نبود روشناییه. یعنی ما نمیتوانیم یک کبریت بزنیم روشنایی درست کنیم، تاریکی درست کنیم. ما کبریت بزنیم روشنایی درست میکنیم، نمیتوانیم کبریت بزنیم تاریکی درست کنیم. هر جا که روشنایی نباشه، فروزندگی نباشه، تیرگی هست. اینجا استاد سخن می آمد از پند هاشه. چه آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتن پرمایگان خیرگی. خرد رو به کار نبستن، در تاریکی رفتن ندیدن. خودشان به تاریکی رفتن، به تاریکی رشک و آز، حسودی و طمع. کنون بازگردم به کردار سلم. پس این استاد سخن در میانه کار آمد دوربین و برد روی فریدون که اینها رو بخش کرد، و سپس پند خودشم گو آورد که این پیر شد و هنگامی که انسان پیر میشه نیروهاش کم میشه. چه آمد به کار اندرون تیرگی، گرفتن پرمایگان خیرگی. اینم پندیه که استاد میگه. کنون بازگردم به کردار سر، دوربین رو باز میکردونه که چون ریخت زیرش همی خون گرمه. سلم، ببینیم چگونه خون سلم رو ریخت. ببینید ما میبینیم که در دنباله که تور میکشه ایرجو، برانگیزنده سلم است. پس استاد سخن میگه تنها این نیست که بگی من نکردم، من کاری نکردم، تو همراهی هم کردی در کشتار، تو هم کشنده بودی، تو هم قاتلی. کنون باز گردم به کردار سب، که چون ریخ زیگزش همی خونه گرم. به جنبید مر سلم را دل ز جای، دگرگونه تر شد ز آیین و رای. به جنبید مر سلم را دل ز دلش، که به راه بیراه رفت و این دنبال رشک آز رفت، گرفتار شد، دگرگونه تر شد ز آیین. اون آدم دیگه، اون برادر عزیز مهربان بزرگتر نبود. دلش گشته غرقه به آزندرون، پراندیشه بنشست با رهنمون. این رشک و آز گرفتش، اومد گفتش که نه من دلم چیه، بیا راهنما و رایزنش رو آورد. نبودش پسندیده
بخش پدر، این کار پدر رو نمی پسندی، نبودش، نبودش پسندیده. بخش پدر که داد، که دادش به کهتر پسر تاج زر و که تاج پادشاهی میان و مرکزی رو به پسر کوچکتر داد، نپسنده، نپسندید. به دل پرزکین شد، به رخ پرز چین. چین بر ابروان آورد و کینه، این از روی کینه بود، از درد نیست. فرسته فرستادی شاه چین، نمیگه توران زمین، به شاه چین فرستاد. به گفتان چه اندر دل اندیشه بود، هیونی بر آن سو بیفکند زود. پس سواری به اون سو فرستاد و گفت به برادرش. اینک ببینیم به برادر چه میگوید. من گمان کنم بگذاریم برای برنامه آینده، چون این برنامه آینده باید دنبالی بیشتری داشته باشه. سخن ما بیشتر داریم بر برنامه 47. من این سخن رو با شما دنبال میکنم، ببینیم این برادر چه کار کرد که این هنوز نمونه ها شما در امروزمون داریم. این برادرکشی از اونجا برخواست. ما برادرکشی در میان خود نداشتیم که میایم میبینیم ناصر خسرو هم که میاد میگه موسی برهیدید یا عیسی برهیدید، یکی مرده فتاد، یکی کشته فتاد. حیران شد و بگرفت به دندان سر انگوش، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار. تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. ما این رو، همین کشتار رو در شاهنامه میبینیم و این برداشت رو پی میبریم که از استاد سخن و شاهنامه اش بوده. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم. شادزی مهرفسون، پایدار، خدا نگهدار.